سلام بر شما به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. این هفته نیز مروری خواهیم داشت بر مهمترین رخدادهای ایران و جهان. نخست گزارشی داریم از اظهار نظر آیت الله خامنه ای درباره منع تضعیف تیم هسته‌ای و خوشبین نبودن نسبت به روند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1. در ادامه مهستان بختیاری در دو گزارش به موضوع نرخ روبه رشد بیکاری در ایران و افزایش شمار تلفات خبرنگاران در سوریه می‌پردازد. محمد رضا شاهید ما را در جریان پیگیری دولت فرانسه برای شناسایی عاملین قتل دو خبرنگار فرانسوی در کشور مالی قرار می‌دهد و همچنین گزارش خواهیم داشت از جاسوسی کشور برزیل از مقام‌های آمریکایی، روس، ایرانی و عراقی، از سفر علی لاریجانی به پکن و توافق وی با چینی‌ها بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران نیز خواهیم گفت. با ما همراه باشید. رهبر جمهوری اسلامی در آغاز هفته گذشته طی سخنانی از هیئت مذاکره کننده اتمی ایران حمایت کرده و تضعیف آنان را منع کرد. او همچنین انجام مذاکرات را ضمن تاکید بر خوشبین نبودن به آن بی‌ضرر و در نهایت مثبت ارزیابی کرد. ساعتی پس از سخنرانی رهبر ایران حسن روحانی از آقای خامنه ای به خاطر حمایتش از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت او تشکر کرد و گفت مذاکره کنندگان به دنبال احقاق حقوق ملت ایران با منطق و دیپلماسی هستند. رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. آقای خامنه ای که در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می کرد با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده گفت که مذاکره کنندگان ایرانی بچه‌های خود ما و بچه‌های انقلابند و هیچ کس نباید آنها را سازشکار بنامد. خامنه ای به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران توصیه کرده مراقب لبخند فریبکارانه دشمن باشند و جلوی کسانی که حرفای یاوه میگویند را بگیرند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند گفت اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه نرسد معنایش این است که کشور باید روی پای خودش بایستد. ساعتی پس از اظهارات آیت الله خامنه ای رئیس جمهور ایران از حمایت رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد. حسن روحانی گفت مذاکرات در عرصه بین المللی کار آسانی نیست و دولت وارد کارزار مذاکراتی سخت شده و به طور جدی نیازمند حمایت مردم و مقام رهبری است و امیدواریم چنان که این حمایت ها تا به حال وجود داشته پس از این نیز ادامه داشته باشد، چرا که دولت بدون خواست و حمایت مردم و رهبری قادر به رساندن این تلاش ها به مقصد نیست. آقای روحانی همچنین گفت که مردم ایران با هیچ ملتی از جمله مردم آمریکا دشمنی نداشته و ندارند و تنها سیاست‌های خصمانه را محکوم می‌کنند. هشدارهای آقای خامنه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که حسن روحانی و نمایندگان دولت او در مذاکرات اتمی با ایالات متحده و دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 هدف انتقادات شدید محافظه‌کاران داخلی قرار دارند. از جمله این انتقادات نصب پوسترهایی در شهر تهران با عنوان صداقت آمریکایی بود که آمریکایی‌ها را غیر قابل اعتماد معرفی می‌کرد. تصاویری با پس‌زمینه تیره که نماینده فرضی آمریکا را مسلح نشان می‌داد در حالی که نماینده ایران نیز که پشت میز مذاکره نشسته است بی‌شباهت با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مسئول مذاکرات اتمی نیست. نصب این پوسترها واکنش مقامات دولت روحانی را در پی داشت، تا جایی که عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران آن را در جهت تضعیف مذاکره کنندگان ایرانی دانست. علاوه بر اینکه بسیاری از چهره‌های محافظه‌کار نیز در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران کردند. سه روز بعد از کشته شدن دو خبرنگار رادیو بین المللی فرانسه در مالی، دولت فرانسه اعلام کرد عملیات برای شناسایی عاملین این حادثه آغاز شده است. وزیر خارجه فرانسه اما تاکید کرد تاکنون کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. محمد رضا شاهید و جزئیات بیشتر. در کمتر از چند روز پس از آزادی 4 گروگان فرانسوی در نیجر روز شنبه،
دو روزنامه‌نگار فرانسوی، یک زن و یک مرد در شمال غربی مالی ربوده شدند و چند ساعت دیرتر به طرز وحشیانه با شلیک چند گلوله به قتل رسیدند. فرانسه هنوز در شوک این خبر قرار داره و آقای فرانسوا هولاند گفت که این عمل وحشیانه بدون جواب نخواهد موند. باستاب خبر چه در مالی و چه در فرانسه قابل حدس است. در باماکو پایتخت مالی قبل از غروب آفتاب امروز مراسم ودا با پیکر این دو روزنامه‌نگار انجام خواهد شد و سپس تابوت آنها همین امروز به فرانسه آورده می شود. وزیر دفاع آقای لودریان می گوید که خط و مسیر قاتلان پیگیری شده و ژاندارمری مالی هم تاکنون 10 مظنون را دستگیر کرده است. وزیر خارجه آقای فابیوس می گوید که دو روزنامه‌نگار توسط همانهایی کشته شدند که ما با آنها در جنگ هستیم، یعنی تروریست‌های مالی. صبح امروز ونسان دپور رئیس سابق مدرسه نظامی در رادیوی دولتی فرانسه حاضر شد و ابتدا به این پرسش روزنامه‌نگار پاسخ داد که به ما گفتند ارتش در مالی موفق بوده و همه چیز رو به بهبود است، اما امروز چه باید گفت؟ آیا با یک بن‌بست روبرو هستیم؟ به هیچ وجه. تراژدی روز شنبه اتفاقی بود که یک یادآوری است. ما نبردی رو بردیم مربوط به حفظ مرزها و استقلال، اما یک نبرد یک جنگ نیست، صلحی است که بعد از آن مستقر می شود و این به بعد زمانی، استقرار و ادامه احتیاج دارد. گفتم این حادثه تأسف‌بار یک یادآوری است برای اینکه فرانسه باید تا انتها پیش برود. ما شاهد انتخابات در مالی بودیم، ارتش این کشور را تعلیم می دهیم، وگرنه آنچه را که امروز شما می گویید تکرار خواهد شد و از ما خواهند پرسید ما در مالی چه کردیم. جدا از این گفتگوها، منابع آگاه می گویند ارتش فرانسه تا استقرار کامل امنیت در مالی باقی خواهد ماند. روز 19 سپتامبر ماه گذشته آقای فرانسوا هولاند به مالی رفته بود و در نتیجه در فرانسه شک و تردیدها متوجه گروه‌های تروریستی از جمله گروه بلمختار، یکی از افراطیون اسلامی شده است. دیروز هم آقای اولاند با خانم کریستین مارگوس رئیس تلویزیون فرانس 24 و همینطور رادیوی بین المللی فرانسه ملاقات کرد. فرانسه نگرانی خودش رو از این مسائل پنهان نمی کنه، اما دلایل بسیاری هم برای خوشبینی وجود داره. پاریس، تلویزیون ایران فردا. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوریش موجودی این صندوق را 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز آن را 32 میلیارد دلار اعلام کرد. در ادامه مناقشات درباره موجودی صندوق توسعه ملی در ایران و آمارهای متفاوتی که از آن ارائه می شود، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور موجودی این صندوق را 54 میلیارد و 500 میلیون دلار عنوان کرد. آماری که مقامات دولت پیشین و کنونی ایران از موجودی صندوق توسعه ملی ارائه کرده اند از 32 تا 50 میلیارد دلار متغیر بوده است. در حالی که اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی بر عدد 32 میلیارد دلار تاکید کرده، اما محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود موجودی این صندوق را 50 میلیارد دلار عنوان کرد. در همین حال محمود بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی نیز موجودی این صندوق را 40 میلیارد دلار دانستند تا سردرگمی در رابطه با موجودی واقعی صندوق توسعه ملی بیشتر شود. اما اکنون رئیس سازمان بازرسی کشور همه این آمار را رد می کند و از حدود 55 میلیارد دلار موجودی این صندوق سخن می گوید که البته به آمار آقای احمدی نژاد نزدیک تر است. به گفته ناصر سراج حدود 24 میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار بانک های عامل برای اجرای برخی پروژه ها قرار گرفته است. به این معنا که بانک ها این 24 میلیارد دلار را سرمایه گذاری کردند و اصل و سود آن تضمین شده است. صندوق توسعه ملی پس از آن شکل گرفت که دولت خاتمی حساب ذخیره ارزی را تحویل دولت احمدی نژاد داد. بر این اساس دولت محمد خاتمی حساب ذخیره ارزی را با موجودی نقدی 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی نژاد تحویل داد.
اما با توجه به آنکه موجودی حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد به علت برداشت بیرویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی در اردیبهشت ماه سال 1389 تأسیس شد. موجودی این صندوق بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایران را شامل می شود و طبق قانون می باید صرف امور زیربنایی و تبدیل به سرمایه گذاری های مولد شود. در بحبوحه انتشار گزارش‌هایی از جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از متحدانش، یک روزنامه برزیلی مدعی شد که کشور برزیل از مقام‌های آمریکایی، روس، ایرانی، عراقی جاسوسی می‌کرده است. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره شنود آمریکا از کشورهای همپیمان خود به اعتراض‌هایی در سطح بین‌المللی منجر شد. طبق گزارش‌ها سازمان امنیت ملی ایالات متحده از رهبران، دیپلمات‌ها و شهروندان برزیل، فرانسه، آلمان، مکزیک، اسپانیا و دیگر کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا دارند جاسوسی می‌کرده است. روزنامه فولیا چاپ ساو پائولو گزارش داد و اسنادی دستیافته که نشان می‌دهد برزیل از مقام‌های آمریکایی، روس، ایرانی و عراقی جاسوسی می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این روزنامه گفته است به اسنادی از سازمان اطلاعات برزیل IBIN دست یافته که مأموریت‌های جاسوسی در سال‌های 2003 و 2004 را تشریح کرده است. این روزنامه نوشته است بر پایه اسنادی که به دست آورده، سازمان اطلاعات برزیل اتاق‌هایی را که سفارت آمریکا در شهر برزیلیا اجاره کرد، شنود می‌کرده و از آنجا به این نتیجه رسیده است که از این محل‌ها آمریکایی‌ها با فناوری پیشرفته جاسوسی می‌کنند. بر پایه این گزارش، سازمان اطلاعات برزیل معتقد بود که در این اتاق‌ها رایانه‌ها و تجهیزات مخابرات برای جاسوسی نصب شده است. بر پایه اسنادی که روزنامه فولیا می‌گوید به آن دست یافته، برزیل همچنین از پرسنل نظامی روسیه که در مذاکرات تجهیزات نظامی شرکت داشتند جاسوسی می‌کرده است. یکی از این افراد آناتولی کاشوبا، کنسول سابق روسیه در ریو دو ژانیرو بوده است. به گزارش این روزنامه، سازمان اطلاعات برزیل همچنین سید داوود محسنی صالحی منفرد، سفیر وقت ایران در کوبا را که در روزهای 9 تا 14 آوریل 2004 از برزیل دیدار داشته، زیر نظر قرار داده و سازمان اطلاعات برزیل همچنین از سفارت عراق کمی پس از حمله آمریکا به این کشور جاسوسی می‌کرده است. این گزارش در بحبوحه جنجال شنودهای آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. بر پایه اسنادی که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق این آژانس امنیت ملی در اختیار رسانه‌ها قرار داده، رهبران و شهروندان برزیلی از جمله هدف‌هایی بودند که آژانس امنیت ملی آمریکا آنها را شنود می‌کرده است. افشای این اسناد با واکنش تند دولت برزیل علیه آمریکا مواجه شد. تازه‌ترین بخش‌های منتشر شده از اسناد فعالیت آژانس امنیت ملی آمریکا نیز نشان داد که سفر آیت الله خامنه‌ای در سال 1388 به کردستان به دقت زیر نظر و رصد این سرویس اطلاعاتی بوده است. هفته گذشته یک نماینده سابق مجلس توافق علی لاریجانی با چینی ها بر سر دارایی های بلوکه شده ایران را نوعی کاپیتولاسیون خواند و از آن به شدت انتقاد کرد. رئیس مجلس ایران هفته گذشته به پکن سفر کرد تا در مورد 22 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در چین با مقام های این کشور مذاکره کند. چین نیز موافقت کرد تا این 22 میلیارد دلار را در ایران سرمایه گذاری کند. در پی توافق چین برای سرمایه‌گذاری پول‌های بلوکه شده ایران در جمهوری اسلامی، حجت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه چنین توافقاتی خلاف قانون است، آن را نوعی کاپیتولاسیون خواند. رئیس مجلس ایران هفته گذشته همراه با معاونان امور بین الملل وزارت نفت و بانک مرکزی، معاون وزارت نفت، معدن و تجارت، معاون اداری و مالی شهرداری تهران و شماری از نمایندگان مجلس به پکن سفر کرد تا در مورد 22 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین با مقام‌های این کشور مذاکره کند.
پس از این سفر حسین صبحانی نیا رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و چین که همراه با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به چین سفر کرده بود گفت چین موافقت کرده است که به ازای پولهای بلوکه شده نفتی حدود 20 میلیارد دلار فایننس یا اعتبار خارجی در ایران سرمایه گذاری کند. به گفته صبحانی نیا طرف چینی این مبلغ را در قالب اجرای طرح‌های عمرانی به ایران پرداخت خواهد کرد. طرح‌هایی که به گفته مقامات ایران به صورت مشترک با چین اجرا خواهند شد. اکنون حشمت الله فلاحت پیشه استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس با انتقاد از این توافق گفت این توافق از موضع اضطرار انجام شده و نوعی کاپیتولاسیون است. فلاحت پیشه در تشریح علت انتقاد خود گفت موضوع اول این است که چنین توافقاتی خلاف قانون است، یعنی سیاست‌هایی که طی آن قبل از اینکه پولی تبدیل به درآمد شود برای آن تعیین تکلیف کنند خلاف قانون است. او ادامه داده است بودجه کشور شامل دو بخش درآمد و هزینه است. ابتدا درآمدها تامین می شود و سپس درباره نحوه هزینه کرده آنها در قالب جاری، عمرانی یا توسعه‌ای تصمیم گیری می شود. توافقی که با چین صورت گرفته به این معناست که قبل از آنکه این پول تبدیل به درآمد شود درباره هزینه کرده آن تصمیم گیری شده است. برخی از ناظران معتقدند هیچ تضمینی وجود ندارد که چینی ها حتما در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که جزو اولویت های توسعه ایران باشد. یکی دیگر از انتقادها به توافقهای جدید ایران و چین تضعیف شرکت های ایرانی است که هیچ شانسی در رقابت با چینی ها در پروژه هایی که بدون مناقصه به آنها واگذار می شوند ندارند. همچنین چین متهم است که با بیتوجهی به تعهداتش در ایران باعث بلا تکلیفی 20 طرح پتروشیمی شده است. ایران برای فرار از تنگناها مجبور است به مهمترین شریکان تجاری خود به ویژه چین، هند و روسیه امتیازهای فراوانی بدهد. همزمان با تکذیب سخنان یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه توسط سپاه پاسداران، رسانه‌های ایران از کشته شدن یک فرمانده سپاه در سوریه خبر دادند. در همین راستا رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه نیز در بیانیه‌ای گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته است. به تأکید کرده است که نیروهای ایرانی تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان کشور حضور مستشاری دارند. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که صدها گردان از ایران در سوریه وجود دارد و پیروزی‌های ارتش سوریه در اصل پیروزی ایران است. این نماینده مجلس با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای مدعی شد که اسلام در یک قدمی فتح بزرگ قرار دارد و ما در نقطه عطف هستیم. اما در پی انتشار این اظهارات کریمی قدوسی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران سخنان کریمی قدوسی را به شدت تکذیب کرد. وی گفت وجود گردان‌های ایرانی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کنیم. شریف افزود ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. پیشتر نیز برخی فرماندهان نیروی قدس سپاه نیز از حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه خبر داده و پس از مدتی اظهارات خود را تکذیب کرده بودند. همچنین تکذیبیه سپاه پاسداران درباره حضور نیروهای ایرانی در سوریه در حالی منتشر شده است که خبرگزاری مهر از تشییع جنازه یکی از سرداران سپاه سارالله کرمان که در سوریه کشته شده خبر داده است. بر اساس این گزارش محمد جمالی پاقلعه از سرداران سپاه سارالله کرمان در دمشق کشته شد. مقام‌های تهران تا کنون حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را قاطعانه تکذیب کردند. این در حالی است که مخالفان مسلح بشار اسد از آغاز جنگ داخلی در این کشور بارها مدعی حضور نیروهای نظامی ایران به خصوص نیروی سپاه پاسداران در سوریه شدند. همچنین به رغم تکذیب ایران درباره حضور نظامی در سوریه، در یک سال گذشته پیکر گروهی از اعضای کشته شده سپاه در سوریه در برخی شهرهای ایران تشییع و به خاک سپرده شده است. هفته گذشته جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد ایالات متحده به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزارهای اتمی نمی‌دهد. او با اشاره به مذاکرات اخیر با ایران گفته است آمریکا می‌خواهد به دیپلماسی فرصت دهد.
ایران اکنون باید صداقت خود را نشان دهد. مذاکرات 10 ساله ایران و کشورهای 5+1 درباره برنامه هسته‌ای تهران تا کنون نتیجه مشخصی در بر نداشته است و به دلیل شکست این مذاکرات تحریم‌های شدید بین المللی علیه ایران وضع شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ریاض به سر می‌برد در کنفرانسی با شاهزاده سعود الفیصل همتای عربستانی خود تأکید کرد ایالات متحده به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزارهای اتمی نمی‌دهد. آقای کری در این حال یادآور شد همان گونه که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها تأکید کرده است این کشور می‌خواهد به دیپلماسی فرصت دهد. ایران اکنون باید صداقت خود را نشان دهد. توپ اکنون در زمین ایران است و باید ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. اشاره کری به دور جدید مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. جان کری همچنین تأکید کرد که ایران باید در عمل درستی گفته‌های خود را ثابت کند، چرا که به گفته او نبود توافق بهتر از توافق بد است. و افزود باراک اوباما هیچ گونه گزینه‌ای را در مورد ایران کنار نگذاشته است. سعود الفیصل هم در این باره گفت آمریکا و عربستان سعودی خواهان آن هستند که منطقه خالی از جنگ افزارهای اتمی باشد، چرا که این سلاح‌ها کل منطقه را تهدید می‌کند. در همین حال خبرگزاری‌های ایران نیز روز 13 آبان گزارش دادند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس گفته است دولت به غربی‌ها و مذاکرات جاری خوشبین نیست. این خبر را خبرگزاری‌های فارس، ایلنا و همچنین واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت درج کردند، اما مراجعه به این پایگاه نشان می‌دهد که این بخش از سخنان حسن روحانی در نسخه نهایی گزارش تعدیل شده است. در این رسانه ها آمده است که آقای روحانی گفته دولت به غربی ها و مذاکرات جاری خوشبین نیست، اما این به معنای آن نیست که به رفع مشکلات امیدوار نباشیم. البته باید همواره متذکر این نکته باشیم که نباید در کوتاه مدت منتظر رفع همه مشکلات بود. روحانی در ادامه گفته است رفع تحریم های پیچیده غرب به زمان مناسب و کافی احتیاج دارد و دولت در این مسیر به حمایت و پشتیبانی مردم و مجلس و نیز مقام معظم رهبری که البته همواره از آن برخوردار بوده است نیاز مبرم دارد. اظهارات آقای روحانی در حالی بیان می شود که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی قرار است 16 آبان در ژنو آغاز شود و طرفین مذاکرات فضای نشست پیشین خود در ژنو را به طور مکرر مثبت توصیف کردند. همچنین اظهارات حسن روحانی در مورد خوشبین نبودن دولت به این مذاکرات یک روز پس از آن بیان می شود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر مشابهی را ابراز کرد. آقای خامنه‌ای روز یکشنبه و در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران با اشاره به اظهارات پیشین خود مبنی بر عدم خوشبینی به مذاکرات گفت الان هم به مذاکرات خوشبین نیست، اما به گفته او مردم از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کنند و این تجربه ظرفیت فکری ملت ایران را بالا خواهد برد. در سالهای اخیر نرخ بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و با توجه به افزایش کم سابقه تورم در ایران اقتصاد این کشور یکی از بدترین روزهای خود را می‌گذراند. عادل آذر رئیس کل مرکز آمار ایران گفته است نرخ بیکاری در ایران به مرحله بحرانی رسیده است. آقای آذر به خبرگزاری مهر گفته است اگر نرخ بیکاری جوانان که همکنون 26% است 2 برابر نرخ بیکاری کل یعنی 12.2% باشد به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحرانزا قرار گرفته ایم. آمارها خبر از موج جدید بیکاری یا بهتر بگوییم بحران بیکاری در ایران می‌دهند. پیامد بحران اقتصادی چند سال اخیر هر سال نه تنها بر تعداد جویندگان کار که اغلب تحصیل کرده هستند افزوده می شود، بلکه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور بسیاری از شاغلین نیز در معرض از دست دادن شغل خود هستند. در آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نرخ بیکاری در کشور برابر با 5.11% بود، اما این رقم با رشد فزاینده‌ای تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به 12% رسید. هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی در واقعی بودن این رقم تردید دارند و رشد واقعی بیکاری در کشور را 18% عنوان می‌کنند. از سوی دیگر بنابر آمارهای موجود در طی این سال‌ها
بیکاری در میان جوانان 15 تا 30 سال بیش از 50% رشد داشته که این موضوع یک زنگ خطر جدی برای وضعیت اشتغال در کشور است. آنطور که آمارهای منتشر شده از سوی مراکز دولتی در ایران حکایت می‌کنند، در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی نژاد بالغ بر 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشته. جدای از این موضوع، اخیراً علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی خبر از 1,300,000 تحصیل کرده دانشگاهی بیکار در کشور داده است. وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی اما آمار وحشتناکتری از بیکاری در میان تحصیل کردگان کشور می‌دهد. آقای علی طیب‌نیا اخیراً در اظهار نظری عنوان کرده با فارغ التحصیل شدن چند میلیون دانشجوی فعلی در سالهای آینده بیش از 5 میلیون بیکار در قشر تحصیل کرده کشور خواهیم داشت. اما دلایل این آمار و ارقام تکان دهنده چیست؟ جدای از دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در 3 دهه اخیر در به وجود آمدن شرایط کنونی تاثیرگذار بوده، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند سیاست‌گذاری‌های دولت احمدی نژاد نیز در این زمینه بر مشکلات قبلی دوچندان افزوده. برخی بر این اعتقادند که سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد به دور از واقعیت‌های موجود جامعه و بدون پشتوانه علمی و اجرایی در کشور بوده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته، از جمله طرح مسکن ارزان که موجب جهش تصاعدی تورم در کشور شد و سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی که موجب سقوط بی سابقه ارزش ریال شد. در پایان همین دوره تورم از مرز 40% گذشت و سقوط 50%ی ارزش ریال تنها بخشی از دلایل بحران بیکاری کنونی است. با وجود وعده‌های بیشمار محمود احمدی نژاد در زمینه عدالت اجتماعی و کاهش نرخ فقر در جامعه، آمارها حکایت از آن دارد که نه تنها همه این وعده‌ها محقق نشد، بلکه خط فقر از 22% به 40% رسید که عملاً زندگی بخش ضعیف جامعه را با بحران روبرو کرد. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، در شرایط کنونی تنها در 7 استان کشور نرخ بیکاری 1 رقمی است و در 24 استان کشور نرخ بیکاری 2 رقمی بود است. در این میان استان لرستان با 50% نرخ بیکاری رکورددار بیکاری در کشور است. این وضعیت البته در مورد زنان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی نگران کننده تر است. در این میان استان خوزستان بالاترین نرخ بیکاری زنان را در کشور داراست. با وجود چنین چشم اندازه نگران کننده‌ای، وضعیت شاغلان نیز چندان خوشایند نیست. اخبار و گزارش‌های موجود حاکی از آن است که کارگران بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز وابسته به دولت ماهاست که حقوق خود را دریافت نکردند و یا بسیاری از همین کارگاه‌های تولیدی و مراکز نیمه دولتی به دلیل شرایط بد اقتصادی ناچار به اخراج کارمندان و کارگران خود هستند. جدای از این، باز هم با استناد به آمارهای رسمی، 39% شاغلان فعلی برای تأمین معیشت زندگی خود بیش از 49 ساعت در هفته کار کردند که این رقم بالاتر از استاندارد موجود کار می باشد. با این همه، مرکز آمار ایران عنوان می کند گزارشات و آمارهای اخیر مربوط به سال کاری 91 می باشد. نکته جالب در این گزارشات آماری آن است که فردی که تنها 1 ساعت در هفته کار کرده نیز در محاسبات آماری شاغلین قید شده است. از سوی دیگر دولت در بهترین حالت متصور در سال تنها قادر به ایجاد 600 تا 700 هزار شغل خواهد بود، حالان که بنابر گفته مسئولان دولتی با احتساب 3.5 میلیون بیکار فعلی و ورود 5 میلیون دانشجوی جدید جویای کار، عملاً در 3-4 سال آینده کشور با 8.5 میلیون بیکار روبرو خواهد شد، رقمی که برخی از آن با عنوان سونامی بیکاری یاد می کنند. کارشناسان معتقدند در سالهای پیش رو ایران با بحران بیکاری کم سابقه روبرو خواهد شد که تنها رشد اقتصادی بالای 7% میتواند تا حدودی مرهمی بر این زخم باشد. در شرایط کنونی رشد اقتصادی کشور منفی 0.5% است که تنها برداشتن تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی و حمایت از تولید کننده تا حدودی میتواند از بروز یک بحران جدید جلوگیری کند. بحرانی که در آخرین گزارش بانک جهانی نیز مشهود است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، ایران از لحاظ شاخص کسب و کار در میان 189 کشور به رده 153 جهانی سقوط کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به خاورمیانه اظهار خوشبینی کرده است که میتوان بر مشکلات موجود در این منطقه غلبه کرد. احمد باطبی و جزئیات بیشتر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه سفر 9 روزه خود را به خاورمیانه آغاز کرد.
جان کری در روز اول این سفر و یک روز پیش از برپایی دادگاه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، با مقامات نظامی و حکومتی این کشور دیدار کرد. او در این دیدار که پس از کودتای مصر اولین دیدار رسمی مقامات ایالات متحده با این کشور محسوب می شود، خواهان محاکمه شفاف و عادلانه محمد مرسی شد. آقای کری گفته رابطه آمریکا و مصر زمانی تحکیم خواهد یافت که مصر حکومت غیر نظامی خود را با احترام به قانون و بر اساس دموکراسی و صندوق رأی انتخاب کند. ایالات متحده پس از درگیری‌های خونین مصر کمک‌های نظامی و تسلیحاتی خود را به این کشور به حداقل رسانده بود. وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از دیدار 6 ساعته‌اش با مقامات مصری بلافاصله این کشور را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد. برخی رسانه‌ها از جمله بی بی سی دلیل کوتاهی این سفر را نگرانی از ناامنی‌های مصر و واکنش‌های ضد آمریکایی در این کشور ذکر کردند. جان کری در حالی با مقامات عربستان سعودی دیدار خواهد کرد که این کشور پیشتر از نزدیکی واشنگتن و تهران در موضوعاتی همچون بحران هسته‌ای و مسئله سوریه ابراز ناخرسندی کرده بود. دیدار با مقامات سعودی و جلب نظر آنان به عنوان یکی از قدیمی ترین متحدان آمریکا از اصلی ترین اهداف سفر جان کری به عربستان سعودی محسوب می شود. میستان بختیاری در گزارشی به افزایش شمار تلفات روزنامه نگاران و خبرنگاران در سوریه پرداخته است که توجه شما را با آن جلب می کند. 30 ماه از درگیری های خونبار در سوریه می گذرد. درگیری هایی که منجر به کشته شدن بیش از 120 هزار نفر و آواره شدن میلیون ها نفر از شهروندان این کشور شده و تبعات مالی و جانی بسیاری رو برای این کشور به همراه داشته. در طی این 30 ماه انعکاس آنچه که در سوریه گذشته بار سنگین و پرمخاطره‌ای بوده که بر دوش خبرنگاران داخلی و خارجی بوده. هرچند که رژیم بشار اسد از همون ابتدا اجازه ورود خبرنگاران خارجی رو به این کشور نداد و یا محدودیت‌های زیادی رو برای اونها ایجاد کرد، اما با وجود همه این محدودیت‌ها نقش این خبرنگاران در انعکاس بقای سوریه نقش پررنگی بوده. با این همه، همونطور که گفته شد، با وجود چنین شرایطی و آنچه که در سوریه می‌گذرد، گاه انعکاس این وقایع برای یک خبرنگار به بهای از دست دادن جان او منجر شده. پس از وقایع خونبار در کشور عراق و در فاصله سالهای 2003 تا 2006 که این کشور به عنوان ناامن‌ترین کشور برای خبرنگاران محسوب می‌شد، امروز اما کشور سوریه در رأس خطرناکترین کشور برای خبرنگاران قرار گرفته، تا جایی که حتی از این کشور به عنوان نخستین قتلگاه خبرنگاران نام برده میشه. در تازه ترین آمار سازمان‌های حقوق بشری که در ارتباط با سوریه فعالیت می‌کنند، گفته شده که تنها در طی 30 ماه گذشته از آغاز درگیری‌ها در سوریه 261 روزنامه‌نگار و گزارشگر تلویزیونی در این کشور کشته شده و 174 نفر در این ارتباط بازداشت و زندانی شدند. در این آمارها اشاره شده که تنها در طی 4 روز گذشته تعداد 25 خبرنگار در اطراف شهر حمص کشته شدند. نکته‌ای که در این گزارش‌ها و آمارها مشهود هستش و مهم هست این هست که همزمان این خبرنگاران کشته شده هم از سوی نیروهای دولتی بشار اسد و هم از سوی نیروهای افراطی وابسته به القاعده مورد حمله قرار گرفتن و کشته شدن. یک نکته هم که بد نیست در این گزارش به اون اشاره بشه این هستش که سال گذشته روزنامه دیلی تلگراف مدعی شد که تکتیراندازان رژیم بشار اسد دستور دارند که به شکار خبرنگاران در سرتاسر سوریه بپرازند و پس از کشته شدن این خبرنگاران مدعی غیر عمدی بودن قتل اونها بشن. بروی با توجه به همه مخاطراتی که در این زمینه وجود داره، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری پیشتر نیز نسبت به هدف قرار گرفتن خبرنگاران از سوی نیروهای دولتی به این کشور هشدار داده بودند. ممنون که ما را تا این ساعت همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.